سلام، شروع میکنیم درس 38 رو با عنوان Talking About Language. خب این درس خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، برای اینکه یک سری از نکاتی که من همیشه توی همه این دوره ها گفتم کلماتش اینجا داریم و کلمات خیلی به درد بخوری، مثلا البته شاید مثلا در مکالمه عمومی خیلی به کار نیان، ولی دونستنش برای شما خیلی واجبه، یعنی به درک بهترتون از بعضی مفاهیم کمک میکنه. بخش اول A Specialist Terms for Talking About Language. خب وقتی میخوایم به صورت تخصصی در مورد زبان صحبت کنیم، منظورمون زبان به طور کلی ها، نه انگلیسی، یه سری کلمات تخصصی لازم داریم دیگه. اونا اینان، یه تعدادش اینجا میبینیم. Syntax The Grammar and Word Order. Syntax در واقع به اون چارچوب زبان میگن، گرامری که داره، این ترتیب کلماتی که میاد، اون منطق اصلی زبان رو ما بهش میگیم سینتکس. Different languages express modality in different ways. Modality چیه؟ همون مفهومی که مثلا تو گرامر شما مودال ورب ها رو میخونید، یعنی حالتها، مدهای بیان یک مطلب رو بهش میگن modality. مثلا احتمال داشتن، ضروریت داشتن چیزها رو ما با modality بیان میکنیم که ابزارش میشن modal verb ها. مثلا میگه که English does it with modal verbs like must, could and should. برای بیان modality در انگلیسی از modal verb ها استفاده میکنیم، مثل must, could و should. Phonology the sound system، سیستم آواها در زبان هست، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم pronunciation and intonation، تلفظ و آهنگ کلمات رو ما در فنالجی یاد میگیریم. همین کتاب های کمبریجی که ما داریم درس میدیم یک مجموعه سه جلدی داره تحت عنوان pronunciation in use که میتونید اونجا، البته فقط برای انگلیسی بریتانیایی هست، بریتیش هست، ولی خب خوندنش خالی از لطف نیست اگر براتون جالبه که در این زمینه بدیم. All languages have phonemes such as b and v. Phonemes در واقع صدا هستن، صداهای متفاوت، مثلا صدای b که اینجا بود یا v که مثال زده. English has 10 diphthongs. Diphthongs چیه؟ Diphthong به ترکیبی از حروف صدادار میگن. اینجا ببینید، sounds made by combining vowels، یعنی وقتی دوتا حرف صدادار کنار هم قرار میگیرن تشکیل یک صدای ترکیبی میدن که به اون میگیم diphthong. Lexicon کلمه تخصصی برای بیان واژه است. وقتی میخوایم بگیم واژه یا کلمه در زبان شناسی یا صحبت تخصصی از لکسیکون استفاده میکنیم. مورد بعدی اورتوگرافی در واقع به اون منطق نوشتاری یک زبان میگن، یعنی اون سیستم نوشتار و اسپلینگ و چارچوبی که داره. این کلمه در واقع عنوان تخصصی اون هست، برای بیان اون میگن. The English alphabet has 26 characters. خب 26 تا کاراکتر داره، ما همین کاراکتر رو در فارسی هم میگیم. Some writing systems such as Chinese are not alphabetic. بعضی ها مثل چینی حروف ندارن. از چی استفاده میکنن؟ But have pictograms or ideograms. Pictograms or ideograms در واقع شکلشو میکشن، یا یه عکس دارن یا شکلشو میکشن به این شکله. Morphology how words are formed. Morphology که در فارسی این شکلی میگه، یا morphology در واقع به نحوه ساخت کلمات میگه، اینکه یک کلمه چجوری ساخته میشه به اون میگن morphology. مثال ببینید، میگه اینجا In English there are three morphemes، یعنی سه بخش معنادار. In unthinkable، یعنی کلمه unthinkable رو میشه به سه بخش معنادار تقسیم کرد. On با پسوند پیش، ببخشید، پیشوند منفی ساز un، on think که اینجا در واقع
بخش ریشه کلمه است و able که پسونده، پسونده اشاره به توانایی داره. thinkable، unthinkable حالت منفیشه. ببخشید. بخش دوم other useful words for talking about language. یه سری کلمات به درد بخور دیگه. many words in English. polysemous. many words in English are polysemous. یعنی چند معنایی هن. وقتی میزنید توی دیکشنری میبینید چند تا معنی میده. و اتفاقا اگه ویدیو رو دنبال کرده باشید، من همیشه میگم اینجور کلمات هم که سختن. EDM ها سخت نیست یاد گرفتنشون. phrasal verb همینطور. collocation. کلمات. مثلا یه verb داریم که مثلا 6 تا معنی داره. سختی یادگیری لغات در اونه. The meaning will usually be clear from its context. Context که میدونید دیگه اون بافت متنه. وقتی پس و پیش متن رو نگاه میکنید معمولا شما یه ایده ای، اگر حتی کلمه هم ناآشنا باشه، یه ایده ای به ذهنتون میاد که چه معنی میده. اگر نداد که معمولا از دیکشنری استفاده میکنید. Words are often used in a metaphorical way. یعنی به حالت استعاری هم اغلب به کار میرن. A way that is not literal. Literal یعنی چی؟ یعنی به اون حالت معنی اصلیش. مثلا ما وقتی میگیم نور، خب نور حالت استعاری هم داره، اون میشه metaphorical، اما اگه معنیش منظورمون همون نور باشه میشه literal. مثال زده خودش، میگه to see the light. To see the light یعنی دیدن نور. Meaning to understand something rather than literally to see a light. اینجا چون استعاری استفاده کرده منظورش فهمیدن یک چیه، مثل این نوری که به یک جا تابیده میشه و باعث روشنایی اونجا میشه، مثل اینکه یک نوری به قسمت تاریک مثلا ذهن آدم تابیده بشه تا آدم بتونه یک مسئله رو درک کنه. این حالت استعاری هست. Language usage inevitably changes with time. خب طبیعیه کار کرد و معنا در زبان به مرور تغییر میکنه. مثلا به هستن کلماتی که همین الان تو فارسی هم میبینید 20 سال پیش این شکلی استفاده نمیشد ولی الان استفاده میشه. به این حالت some words become obsolete. obsolete یعنی از رده خارج میشن، دیگه کسی استفادهشون نمیکنه. while new words are coined. کویند مثل سکه ضرب کردن به این حالته، یعنی کلمات جدیدی ابداع میشن، به وجود میان و ما از اینا استفاده میکنیم. یه نکته فقط اینجا بگم در تو این کلمه آبسلیت، که این کلمه آبسلیت کلمه این که معمولا اشاره به کلماتی داره که دیگه استفاده نمیشن، برای اینکه نسخه های جدیدی ازش اومده. ما یک آرکیک هم داریم، archaic، که این کلماتی هم که قدیمی هن استفاده نمیشه، اما اگر در حوزه به خصوص خودش قرار بگیره امکان کاربرد داره. یعنی بین کلمات مصرف تاریخ مصرف گذشته اصطلاحا ما یک مفهوم آبسلیت داریم یا archaic، اما archaic امکان استفاده هم داره همچنان در جاهای خودش، اما آبسلیت معمولا نداره دیگه. به این باید دقت بکنید. بعدی any language has a number of different register. این خیلی مهمه. من چقدر سر این register بحث کردم. چرا register یعنی چی؟ register یعنی این که یک چیزی مناسب یک موقعیت بشه. اون استایل صحبت کردن. register رو در همه چی میشه استفاده کرد. در همه چیا. یعنی من تو هر جا میتونم مثال بزنم. مثلا شما توی عروسی خب یا آهنگ غمگین نمیذاری چون رجیسترش به عروسی نمیخوره. از اون ور وقتی رفتی کافه یا آهنگ با ریتم خیلی تند بکوب نمیذاری چون به کافه نمیخوره. تو رستوران که رفتی یه موزیک مثلا هوی متال سنگین پخش نمیشه چون طرف اومده بشینه با آرامش غذا بخوره. اون موسیقی احتیاج به توجه خاص داره. یعنی اون موسیقی مال وقتی که شما کارت فقط شنیدن موسیقیه، نه اینکه یه کاری داری میکنی موسیقی پخش بشه.
و خیلی از موارد دیگه، مثلا توی مهمونی که مثلا دور همی دوستان هست، شما نمیشینی با کت شلوار و کراوات و مثلا ژیله خیلی رسمی، اینا همه رجیستره. حالا تو صحبت کردن هم همینه، یعنی شما نمیتونی وسط این که بحث فرمال داری میکنی یا یه تیکه این فرمال بندازی جاش نباشه یا برعکسش. این رجیستر خیلی مهمه، به این دقت بکنید. ما جلسات بحث آزاد که حالا اگر شرکت نکردید حتما توصیه میکنم بیاید، توی اونجا خیلی در مورد این تا حالا بحث کردیم. ادامه بدم. جارگن is used to describe a specific type of language that is used by a particular group of people sharing a job or interest. مثلا for example military jargon, computer jargon. کلمات و عبارات های تخصصی هستند که توی حوزه استفاده میشه، که به این میگیم جارگن. حالا من یه سوال مطرح میکنم، اینو شما به من جواب بدین. یه کلمه ای داریم که من اینجا بنویسمش، اشتباه شد، vernacular که این خیلی معنی نزدیکی با جارگن داره، ولی شما چک کنید توی دیکشنری به من بگید که این چه معنی میده و تفاوتش با جارگن چی هست. مسئله مهمی است که تفاوت این دوتا رو بدونید. اما بخش آخر، using language well or badly. این نکته ایست که من اولین بار در کانال تلگرامم چند ماه پیش بهش اشاره کردم. گفتم ببینید، از نظر البته خودم میگم، زبان به سه مرحله از دید من تقسیم میشه: fluency، accuracy and eloquency. یعنی اول شما باید یاد بگیرید که روون صحبت بکنید. این روون صحبت کردن به این معنی نیست که شما همه چی رو درست میگید، اشتباه هم میکنید، کم هم نه، زیاد هم اشتباه میکنید، ولی مکالمه رو جلو میبرید، حرفتون رو میزنید. بعد از اینکه به یک سطح قابل قبولی از فلوئنسی رسیدید، میرید روی اکیورسی یا دقتتون تمرکز میکنید، سعی میکنید به اشتباهاتتون توجه کنید، یاد بگیرید درستشو. و که البته این مرحله مرحله‌ای است که هیچ وقت تموم نمیشه، کم میشه به مرور زمان، ولی هیچ وقت شما 100% دقیق نیستید در ذات. و مرحله آخر مرحله‌ای است که من کم دیدم کسی بهش توجه کنه، اون الکوئنسی ها. معمولا تو این مرحله زبان آموز تلاش میکنه بره مثلا رو لحجه کار کنه، لحجهش بشه مثلا یه امریکایی یا مواردی از این دست که من از نظرم اشتباه، مثلا نباید بهش توجه کرد. الکوئنسی مرحله ایست که شما یاد میگیرید زبان رو به شیواترین و فصیح‌ترین شکل ممکن صحبت کنید، یعنی روی خوب صحبت کردنتون، اینکه چی میگید تمرکز میکنید، نه اینکه چطور میگید، یعنی اینکه صدای صحبتتون چطور. اینجا داره در مورد این صحبت میکنه. Someone who uses language well can be described as articulate. Articulate کسیه که میتونه خیلی خوب صحبت کنه، بهترین کلمات رو انتخاب کنه، که این من نوشته او eloquent، یعنی آدمی که در صحبت کردنش خیلی شیواست، فصیح صحبت میکنه، بلاغت داره در کلام. They may express something in a succinct way. Succinct یعنی کلمات کم، معنی زیاد. منظور این که حرفتون رو با کمترین کلمات بزنید، یعنی خیلی دقیق، بجا و به قول معروف با رجیستر درست. And they may always be able to think of the most used. این کلمه کلمه فرانسویه، most used، احتمالاً این معمولاً تیکه اولشو حذف میکنن بعضی وقتا، در مثلا این برنامه‌های خوانندگی اینا شنیده باشین که میگن صداش جوست نیست، یعنی دقیق نیست. موچیست یعنی کلمات دقیق، عبارتی رو انتخاب کنین که مناسب اونجاست. گزیدگویی، خیلی درست حرف زدن به این حالت بیان میشه. Someone who does not use language well can be described as inarticulate. برعکس articulate هست، inarticulate، یعنی کسی که نمیتونه خوب حرفشو بیان کنه. If you are speechless or lost for words, speechless or lost for words یعنی حالتی که زبونتون بند نمونه، نمیدونید چی بگید. You are so surprised that you are unable to say anything. If you put your foot in it,
put your foot in it. You say something without thinking carefully and may upset or embarrass someone. یه چیزی از دهنتون بپره فکر نکرده رو معمولا میگن put your foot in it. یه چیزی بگید، یه چیزی بپرونید که درست فکر نکردید و معمولا باعث ناراحتی دیگران. این درس خب میگم خیلی برای مکالمه و صحبت عادی مناسب نیست، ولی در رابطه با صحبت در مورد صحبت در رابطه با زبان خیلی مناسبه و مفاهیمی که گفته میشه مهمتره به نظرم. واقعا درس واجبی بود به نظرم. روی این کار بکنید، با مفاهیمی که گفت یه مقدار آشناتر بشید اگر تا الان آشنا نبودید، تمرین‌ها رو حل کنید و اگر سوالی هم در انتها براتون باقی مون مطرح کنید. تا جلسه بعد.